آقای دکتر عبدالله خوش آمدید به برنامه، سال نوتونم مبارک باشه. قرار بود که امروز بخش دیگری از نتایج انتخابات، نتایج مقدماتی منتشر بشه، به تعویق افتاد. فضا رو چطور میبینید؟ مسیری که انتخابات میره، آیا اون بحثی که در مورد تخلف و تقلب در انتخابات میشد فراتر از اون چیزی هست که ابتدا تصور میشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم از شما. قرار بود که امروز نتایج قسمی بخش دیگهش هم اعلان شود، البته بنابر مشکلات معاذیری که کمیسیون انتخابات داشتن که عمدتا تکنیکی تلقی میشه، این واگذار شد به یکی دو روز بعد، احتمالا روز یکشنبه آینده. در انتخاباتی که صورت گرفت در افغانستان میزان تقلب کمتر بود و گفته میتونیم که به مراتب کمتر بود نسبت به انتخابات سال 2009، اما فعلا هم قسمی که شاید اطلاع داشته باشین شکایات زیادی در مورد تقلب و تخلف ها و تخطی ها ثبت شده. مربوط میشه بررسیدگی به این شکایات و بررسی هایی که صورت میگیرن نتایج انتخابات. ما هم که ناظرین خود داشتیم در جریان روز انتخابات و حالا هم که با شما صحبت میکنیم، ناظرین ما در دفاتر کمیسیون انتخابات مشغول نظارت از جریان بررسی آرا، شمارش آرا و رسیدگی به شکایات هستند. آقای دکتر، تقریبا حدود 12 روز از اولین برشک بعد از پایان انتخابات گذشته. شما گفته بودید که بعید میدونید انتخابات به دور دوم بره، کماکان چنین باوری دارید یا فکر میکنید انتخابات به دور دوم خواهد رفت؟ هنوزم به این باور هستیم، بنابر شمارشی که ما داشتیم، بر روی اوراق نتایجی که در دسترس ما هست و از طریق ناظرین ما از محلات رایدهی ما این اوراق جمع‌آوری کردیم، برداشت ما است، باور ما است که انتخابات انشاءالله به دور دوم نخواهد رفت. آقای دکتر، نتیجه انتخابات، حالا اینطور که صحبت می‌فرمایید برشک شما ظاهرا بسیار خوشبین هستید که خودتون برنده انتخابات باشید، نتیجه انتخابات اگر شما رئیس جمهور باشید یا آقای اشرف غنی احمدزی که ظاهرا برشک این رقابت تا الان در این 10% که روشن شده رقابت نسبتا نزدیکی بین شما و ایشون هست، نتیجه انتخابات بر روابط ایران و افغانستان تاثیر خواهد گذاشت؟ فکر میکنم که بنیاد روابط افغانستان با همسایه افغانستان تغییر نخواهد کرد، بلکه ما شاهد تقوی روابط با کشورهای همسایه و جمله جمهوری اسلامی افغانستان خواهد بودیم. امیدوار هستیم که حکومت آینده با دنبال کردن منافع ملی کشور و تعریف واضح از منافع ملی کشور، سیاست متعادل اما سیاست واضح را در قبال همسایه افغانستان و در سطح منطقه و فراتر از منطقه دنبال کنه، یک نوع ناهمگونی ها، عدم تعادل و پست و بلندی های زیاده را سیاست خارجی افغانستان شاهد بوده در سالهای گذشته که سبب از این شده که قابل پیشبینی نبوده سیاست افغانستان برای همسایه ما و برای جامعه جهانی. انشاءالله که در این عرصه هم با روی کار آمدن حکومت یا دولت اصلاحات و همگرایی ما شاهد اصلاحات باشیم. آقای دکتر عبدالله، شما گفتید پیشتر که قرارداد همکاری امنیتی با آمریکا رو اگر رئیس جمهور بشید امضا میکنید. ایران صراحتا گفته مخالف حضور ادامه حضور نیروهای آمریکا در منطقه هست و مشخصا گفتن که این پیمان به نفع منافع افغانستان نیست. شما برای راضی کردن و کاهش نگرانی ایران چه خواهید کرد؟ آمریکا صحبت از این هست که پایگاهی رو احتمالاً در نزدیکی مرز ایران و افغانستان ایجاد خواهد کرد. شما چه تلاشی خواهید کرد برای رفع این نگرانی ها؟ دوسته موضوع قابل یادآوری است. یکی موضوع حضور پایگاه دائمی مطرح نیست و موافقتنامه امنیتی که روی مسودش کار صورت گرفته و تا حال امضا نشده، این موافقتنامه
تضمین قانونمند شدن حضور نیروهای خارجی را در افغانستان میکنه و تعریف میکنه مکلفیت ها و مسئولیت های دو طرفه و از لحاظ منافع ملی ما و از لحاظ منافع امنیت ملی ما متاسفانه در وضعیت قرار نداریم که از حضور نیروهای خارجی ما مستغنی باشیم یا نیروهای داخلی ما به او حدی از توانایی ها رسیده باشند که مسئولیت تامین امنیت در کشور به عهده بگیرند و سایر عرصه های تامین امنیت و ثبات و رشد اقتصادی کشور هم منوط میشه به مناسبات ما با جامعه بین المللی به صورت کل. در این زمان تعهد و تضمین ای که از این حضور نیروهای بین المللی در افغانستان علیه همسایه های ما استفاده نمیشه و جمهوری اسلامی ایران که روابط دوستانه داشتیم و خواستار تحکیم بیشتری روابط دوستانه هستیم، این مسئله هم بسیار یک مسئله مهم و اساسی هم برای ما، برای افغانستان و هم برای همسایه ما هم هست که طبیعی است که تشویش ها و نگرانی هایی که کشورهای همسایه ما دارن باید اومد نظر گرفته شود. البته قانونمند شدن حضور نیروهای بین المللی ایالات متحده امریکا در افغانستان که متعاقب از او بست تعیین تکلیف میشه برای حضور نیروهای ناتو هم، این به نفع ثبات نه تنها در افغانستان بلکه در سطح منطقه هم هست. انشاءالله که ما شاهد پشت سر گذاشتن این مرحله باشیم و همزمان با این شاهد گسترش روابط افغانستان در سطح منطقه. چقدر مسئله برای شما از ادامه حضور نظامی آمریکا وچه اقتصادیش هست، کمک های چند میلیاردی که آمریکا قرار ارائه بکنه؟ چون بحث بر سر اینه که احتمالاً 8 تا 10 هزار نیروی آمریکایی چه خواهند کرد که نیروهای افغان در شرط فعلی نمیتونن انجام بدن و بعضی هم این بحث رو مطرح کردن که افغانستان. صدای شما را نمیشنوم. آیدو نمیدونم الان ارتباط صوتیمون برقرار هست یا نه. بله عالی وصل. بله پرسش من این بود که فعلا هست. پرسش این هست که 8 تا 10 هزار نیروی آمریکایی در افغانستان چه کاری میتونن انجام بدن که نیروهای افغان در شرایط فعلی نمیتونن انجام بدن؟ چقدر از این در واقع تمایل شما برای حفظ نیروهای آمریکا در افغانستان بحث مالیش، جنبه اقتصادیشه؟ و یک نکته هم که بسیار عنوان میکنن این هست که افغانستان و احتمالاً شما دارید تلاش میکنید که از تکرار اشتباه عراق در واقع جلوگیری بکنید و با حفظ نیروهای آمریکا در افغانستان جلوی نفوذ کشورهای همسایه رو بگیرید. خب یک بخشی از مسئله نظامی امنیتی است. نیروهای ما از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تربیه نظامی ضرورت به حمایت داره و هم از لحاظ اطلاعات و استخبارات در مورد تهدیدهایی که از طرف تروریسم و نیروهایی که در جنگ با افغانستان هستند ما ضرورت به ادامه همکاری ها داریم. از طرف دیگه یک نوع اطمینانی که حضور همکاری ها در عرصه نظامی امنیتی ایجاد میکنه، این کمک میکنه برای جلب سرمایه گذاری ها و برای ادامه کمک های مالی هم که البته بیشترین جنبش اگر ما از لحاظ نظامی امنیتی توانایی روی پا استادن و متکی شدن به خود اللحظه داشته باشیم، در او زمان طبعا مردم ما میخواهند که افغانستان مسئولیت تأمین امنیت نیروهای افغانی داشته باشه که از اون مسئله ما فاصله داریم و متاسفانه در فرصت هایی که در 13 سال گذشته افغانستان داشته استفاده خوب از این فرصت ها نشده، نه از لحاظ همکاری های مالی و نه از لحاظ همکاری های نظامی امنیتی. در غیر از اون من فکر میکنم که در یک موقعیت ما می بودیم امروز که و گفته می تانستیم که ما می خواهیم متکی به خود باشیم و روی پای خود بیستیم و دیگر ضرورتی به حضور نیروهای بین المللی نیست. هر دو جنبش اهمیت داره برای افغانستان.
شما آقای دکتر از شخصیت‌های درگیر در کنفرانس بن بودید، شاهد همکاری ایران و آمریکا بر سر افغانستان بودید، بعد شاهد افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران بودید، الان دوباره ایران و آمریکا دارن تلاش می‌کنن که تعامل بکنن، با هم دیگه گفتگو بکنن. افغانستانی که شما اگر ریاست جمهوریش رو بپذیرید چگونه میتونه تعادل ایجاد بکنه بین حفظ روابطش با ایران، با توجه به اینکه دولت آقای روحانی موازهش رو کاملا روشن کرده نسبت به اون چه که در افغانستان میگذره، چگونه میتونید بین روابطتون، حفظ روابطتون با ایران و حفظ روابطتون با دولت آمریکا تعادل برقرار بکنید؟ بایش دو کشور همسایه، بایش دو کشوری که سابقه روابط تاریخی فرهنگی داشتیم و در چند دهه گذشته هم این روابط بنابر حمایتی که جمهوری اسلامی ایران از جهاد در افغانستان و در دوره مقاومت داشتند و سهم سازنده‌ای که در کنفرانس بن و در حمایت از پروسه سیاسی که در 13 سال گذشته در جریان بوده و بعدتر هم حمایت‌هایی که از بازسازی افغانستان شده، بایست دو کشور همسایه و برادر، ما راه جز تقویه روابط با هم نداریم. در این زمان موقعیت خاص افغانستان، وضعیت خاص افغانستان، افغانستانی که از خاکستر جنگ چندین ساله تازه قد علم میکنه و ضرورت به همکاری های بین المللی داره و جامعه بین المللی هم و ایالات متحده امریکا هم سهم اساسی داشته در تقویت بازسازی افغانستان و کمک به افغانستان، ما مستغنی از کمک‌های بین المللی هم نیستیم. یعنی ما اگر از یک طرف با همسایه‌های خود و با جمهوری اسلامی ایران ضرورت به تقویت روابط داریم، از طرف دیگر ما ضرورت به ادامه حمایت‌های بین المللی و روابط دوستانه در سطح بین المللی داریم. البته آگاه از این هم هستیم که کشورها در بین خودشان در موارد زیادی اگر تنش‌های وجود داشته، ما وارد از او بحث‌ها پیش وقت هم نشدیم و نخواهیم شد و از موازی بر حق کشورها دفاع میکنیم و حق خود میدانیم که از موازی بر حق کشورها در دفاع از حقشان، از حقوقشان ما در دفاع قرار داشته باشیم، اما در این زمان ما نمیخواهیم که روابط دو جانبه کشورها سایه بیفکنه به همکاری ها یا ضرورتی که ما داریم به جلب همکاری های کشورها. در این زمان وقتی که فضای روابط بهتر میشه، طبعا شما این تاثیرش نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه و بالای صلح جهانی هم احساس میکنین و احساس کرده میتونیم همه. آقای دکتر عبدالله، اتهاماتی که علیه ایران مطرح میشه که ایران از عناصری از طالبان حمایت میکنه رو شما چقدر جدی میگیرید؟ ما در این مورد هیچ نوع اطلاعی نداریم و هیچ نوع شواهدی هم ارائه نشده و فکر نمی کنم که سیاست دوگانه در میان بوده باشه. رابط بین جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان رابط دوستانه بوده و جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده از کوشش های مردم افغانستان در ساختن نهادها، در ساختن زیربنای اقتصادی در کشور و ما شاهد بهبود روابط تجارتی، مبادلات بازرگانی و همه اینها بودیم.